روز سه‌شنبه محاکمه حمید نوری، یکی از متهمان مشارکت در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 در دادگاهی در استکهلم سوئد آغاز می‌شود. ناظران قضایی محاکمه حمید نوری را یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی توصیف می‌کنند. حمید نوری دادیار سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که با نام مستعار حمید عباسی فعالیت می‌کرد و در آبان 1398 در سوئد بازداشت شد. بازداشت و محاکمه حمید نوری بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی انجام می شود. خانم دلجو آبادی، مؤسس سازمان غیرانتفاعی همبستگی با پناهندگان ایرانی و پژوهشگر نظام مجازات در ایران و دادخواهی بین المللی، در گفتگوی با حمید یارمیده از بخش فارسی صدای آمریکا درباره اصل صلاحیت قضایی جهانی توضیح داده که میشنویم. اول یک توضیحی به ما بدین در ارتباط با اصل صلاحیت قضایی جهانی لطفا. بله، اول سلام میکنم به شما و بینندگانتون و تشکر میکنم از این که منو دعوت کردید. اصل صلاحیت قضایی جهانی بخشی از حقوق عرفیه که اینطور که گفته شده از حتی زمان قرون وسطا هم وجود داشته برای جرایمی مثل راهزنی و از اون موقع به بعد هم خیلی از کشورها این اصل رو اجرا میکردن برای جرایم خاصی و مثلا گفته میشه که بعد از جنگ جهانی دوم 26 کشور این اصل رو حتی برای جرایم عادی اعمال میکردن و تعریفش هم اینه که این اصل به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه میده که بدون توجه به این که جرم تو چه کشوری اتفاق افتاده و ملیت مظنون و قربانی چه هست، مظنون رو توی دادگاه داخلی تحت پیگرد قرار بدن. کدام نقاط این قانون هست، کدام بخشهایی هست از این اصل البته که باعث شده تونستن آقای نوری رو بگیرن؟ و یه سوال دیگه هم که من دارم این هست که چرا بر اساس نسل کشی، یعنی اتهام نسل کشی بهش داده نشده بر اساس این قانون؟ خیلی ممنون از این سوالات. ببینید، اصل صلاحیت قضایی جهانی حیطه محدودی از جرایم رو محدود میکنه، حیطه دامنه جرایمی رو که میشه اعمال کرد به مظنون. در سوئد این اتفاقا در سوئد این دامنه گسترده است. اگر که جرمی که حمید نوری الان بابتش تحت پیگرد قرار گرفته بعد از سال 2014 اتفاق افتاده بود که سوئد قانونی وضع کرد که هم جنایت علیه بشریت و هم نسل‌کشی و جرایم جنگی و با تعاریف جدیدی، قبلا جنایت علیه بشریت در قانون سوئد وجود نداشت، جرایم جنگی و نسل‌کشی وجود داشت از قبل، از همون سال 1965. الان دیگه خیلی خیلی وسیع‌تر میشد دامنه جرایمی که میشد باش نوری رو تحت پیگرد قرار داد و حتی جرم علیه بشریت هم میشد به جرایمش اضافه کرد. ولی جرم نوری یه جرم تاریخی محسوب میشه، برای اینکه مال 30 سال قبله و تنها قانونی رو میتونن بر جرایمش اعمال بکنن که اون موقع در جریان بوده و خوشبختانه در قانون سوئد اون موقع جرایم جنگی وجود داشته و جرمی مثل قتل عمد، شکنجه، حتی مثل آدم روبایی که میتونسته قابل اعمال باشه، اینها هم وجود داشته. ولی از این مجموعه جرایم فقط الان 2 جرم هستن که مشمول مرور زمان نشدن، یکی جرایم جنگیه و یکی قتل عمده. هر شکلی که بخوایم در نظر بگیریمش، بیشترین میزان حکمی که برای نوری صادر میشه میتونه چقدر باشه و کمترینش چقدر؟ حد اکثر مجازات 7 ابد برای هم قتل عمد هم جنایات جنگی، که جنایات جنگی در سوئد اینجوری تقسیم بندی کرده قانون قدیم 1965
نه قانون 2014 که تعریف جدیدی باز تعریف کرده جرایم جنگی. یکی جرایم جنگی فاحش هستن، یکی هم جرایم جنگی غیر فاحش، غیر سبک. که جرایم سبک کمتر از 4 سال زندان هم داره. جرایمی که به نوری منتسب کردن جزء جرایم فاحشه، که از 10 کیسی که الان تا حالا از اوائل دهه 2010 در سوئد حکم گرفته، دو پرونده‌ای که دقیقا جرایمش همین بوده حکم حبس ابد گرفتن. و الان هم که خب خود دادستان هم معتقده که اگر محکوم بشه، تو کیفر خاص مجازات خاصی درخواست نکردن، گویا این روال نیست توی سوئد، ولی هم نظر خود دادستان اینه، هم نظر صاحب نظرهای تو خود سوئد که یا حبس ابد یا تبرئه.